بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. دویچه وله نوشت ادامه تهدیدها و افزایش مجازات‌ها برای مخالفان حجاب اجباری. همزمان با نزدیک شدن به سالگرد کشته شدن مهسا امینی و بررسی لایحه مصوم به حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس رژیم، تهدیدهای حکومتی علیه زنانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند ادامه دارد. سایت اورینه افسران جدا شده و مخالف چهار سایت برجسته متعلق به شبه نظامیان سپاه پاسداران ایران که برای جاسوسی و توسعه موشکی در سوریه مورد استفاده قرار می گرفتن و در مجاورت پایتخت دمشق و شهر حلب متمرکز شدند را فاش کردند. سایت وزارت خزانه داری آمریکا به روزرسانی های لیست گذاری ها در رابطه با ایران و افزایش اسامی دیگر به این لیست. دویچه وله نوشت معضل بنزین، نزدیک شدن انتخابات و هراس از تکرار آبانه 98. مسئولان حکومتی در واکنش به انتشار اخبار مبنی بر گران شدن بنزین میگویند این خبرها شایع است و مشکل وضع نازل پمپ بنزین هاست. برخی معتقدند در چند قدمی انتخابات گران کردن بنزین ریسک بزرگی است. عرب نیوز نوشت استراتژی معیوب ترویج روابط با آمریکای لاتین ایران. رئیسی به دلیل مشکلات اقتصادی که ایران با آن مواجه است و به دلیل وخامت روابط با کشورهای همسایه، همانطور که تنش‌ها با آذربایجان و دولت طالبان نشان می‌دهد، به آمریکای لاتین روی آورد. سایت نشنال امارات نوشت آنا دایموند، یک زندانی سابق ایران، توافقی که در آن شهروندان آمریکایی و بریتانیایی آزاد شدند را محکوم کرد و گفت تهران به ما می‌خندد. او گفت سیاست رژیم تهران در بازداشت ناعادلانه شهروندان دوگانه به یک مدل تجاری سودآور برای سپاه پاسداران تبدیل شده است.